سلام، در این بخش نگاهی می‌کنیم به مهارت فنی سرخیو بوسکتس. همچنین نکاتی که گفته و دیده می‌شود می‌تواند خصوصیات یک هافبک تدافعی باشد. در نتیجه برای آشنایی بیشتر با این پست کلیپ رو تا آخر مشاهده کنید. این گونه بازیکنان جلوی مدافعین بازی می‌کنند و هدف از به کار گرفتن آنها بالا بردن قدرت تدافعی تیم هستش. سرخیو بوسکتس در دو حالت تهاجمی و تدافعی سازمان تهاجمی و تدافعی تیم حریف رو نابود میکنه. زمانی که تیم حریف در حمله هستش، بوسکتس با استقرار سعی موجب توقف بازیکنان حریف میشود و زمانی که توپ رو در مالکیت خود دارد، با استفاده از بازی طولی یونیت های دفاعی و پرس حریف را میشکند. او فضای پشت سر بازیکنان حریف را نشانه میگیرد و بازیکن خودی را پیدا و سپس صاحب توپ میکند. در نتیجه با هر پاس او در فاز حمله بخشی از بازیکنان تیم حریف حذف میشوند. او نقش مهمی در بیلداپ ثانویه دارد که همین ام پایه‌گذار قهرمانی های پی در پی بارسلونا بوده است. هنگامی که به مهارت فردی و تکنیکی او نگاه میکنیم، او تمامی ویژگی های یک هافبک تدافعی را دارا است. در مرحله اول میتوان به مهمترین موضوع، یعنی در خدمت تیم بودن، اشاره کرد. این بازیکن دارای اعتماد به نفس، قدرت تجزیه تحلیل بازی و تصمیم گیری میباشد. بوسکتس در صورت نیاز به خوبی حفظ توپ فردی میکند، فریب میدهد، موقعیت یابی میکند و پاسهای دقیق ارسال میکند. او به خوبی نقش رهبری را درون تیم ایفا میکند. یکی دیگر از ویژگی‌های مناسب به فرد این بازیکن در فاز تدافعی، استقرار سعی این بازیکن نسبت به توپ بازیکن حریف و حفظ فاصله مناسب با بازیکنان خودی هستش. در نتیجه به راحتی قطع توپ می‌کند، تک می‌زند، بازی حریف رو تخریب می‌کند و در یک در مقابل یک ها پیروز می‌شود. او در بین بازیکنان بارسلونا بهترین عملکرد رو در تکل توپ، پیروزی در یک در مقابل یک ها، دفع هدفمند، جمع کردن توپ دوم و سوم، بازپس‌گیری توپ و تخریب بازی حریف و سرزدن تدافعی دارد. نوع دیگری از قطع توپ‌های این بازیکن بازپسگیری توپ و شک دادن به حمله تیم خودی هستش. بوسکتس این مهارت رو دارد که بعد از قطع توپ را حفظ کند، از دست ندهد، تجزیه تحلیل کند و در کسری از ثانیه حمله تیم خودی را استارت بزند که بعضا موجب کانتر اتک می‌شود. تیم حریف دچار مشکل می‌شود، زیرا تیم مقابل در فاز انتقال از دفاع به حمله می‌باشد. با قطع توپ بوسکتس تیم حریف نمی‌تواند حالت تدافعی خود را بازیابی کند، زیرا بوسکتس یک انتقال دهنده فوق‌العاده توپ باشد. همچنین زمانی که بوسکتس در زمین تیم حریف قرار دارد، از ضد حمله تیم حریف جلوگیری میکند که این امنیت فشار را روی تیم مقابل حفظ میکند و موج بعدی از حمله را میسازد. در این حالت قطع توپ و سپس بازی سازی در منطقه صورت گرفته که تیم بارسلونا به دروازه حریف نزدیکتر استش. بوسکتس در یک سوم میانی و هجومی به خوبی از بازیکنانی که روی تیم حریف پرس از بالا و با فشار گذاشتن پشتیبانی. بوسکتس علاوه بر بازی ترکیبی روی زمین که استراتژی تیم بارسلونا هستش، قدرت ارسال پاس‌های بلند و قطر را دارد که در بازی بارسلونا تنوع ایجاد می‌کند. میدان دید گسترده این بازیکن موجب ارسال این گونه پاس‌ها می‌شود. زمانی که به تصویر دقت می‌کنیم، متوجه می‌شویم که پاس‌های بلند بوسکتس زمانی ارسال می‌شود که بازیکن تیم خودی در حال فرار از خط آفساید می‌باشد و یا مدافعی فضا را محدود نکرده است. در حالت بعدی زمانی پاس‌های بلند ارسال می‌شود که تیم فشردگی در حالت دفاعی را به خوبی اجرا کرده و فضا برای بازی روی زمین وجود ندارد و تنها راه ارسال پاس بلند به منطقه وینگ، هاف اسپیس و یا کاتبک می باشد. بوسکتس به ما نشان می دهد که یک هافبک تدافعی می تواند پشت باکس حاضر شود و پاس گل نیز ارسال کند. بوسکتس پشت باکس به مانند یک هافبک نفوذی طراح که به خوبی روزنه‌های دفاعی را پیدا می‌کنند عمل می‌کند و مهاجمین تیم خودی را صاحب توپ می‌کند. با حضور او پشت باکس، بارسلونا اوورلود در فاز تهاجمی را ایجاد می‌کند، فضا برای دیگر بازیکنان مهیا می‌شود و بازی به خوبی گسترش پیدا می‌کند. بذارید آخرین ویژگی را به این شکل بگم و در آخر، اگر در تیم شما به غیر از مهاجمین دیگر بازیکنان نیز گلزنی کنند، شما شانس پیروزی در هر مسابقه را بیشتر خواهید کرد.